بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ عرض سلام دارم خدمت شما شاگردان عزیز و گرامی. آرزومند هستم که همه شما از نعمت عافیت برخوردار باشین و انشاءالله سر حال و شاداب باشین تا یک درس جدید از بیولوژی صنف نهم را به شما عزیزان تقدیم بکنیم. خب شاگرد عزیز، ما در درس قبلی آغاز کردیم یک فصل جدید را که فصل هشتم کتاب شما باشه و این فصل در مورد سیستم تکثری انسان هست و گفتیم که سیستم تکثری در حقیقت و باعث تولید مثل در انسان ها میشن، باعث تکثیر انسان، تکثیر حیوانات و موجودات زنده میشن در مجموع، و اگر سیستم تکثری نباشد تولید مثل نخواهد بود، و اگر تولید مثل نباشد بقای موجودات زنده و دوامشان در کره زمین به خطر میفته و در حقیقت نابود میشن همه موجودات زنده، به خاطر از اینکه یک موجود زنده عمر محدود داره و اگر تولید مثل کرده نتونه دیگه نوعش از بین خواهد رفت. میایم به سراغ معرفی سیستم تکثری مذکر و وظایفش را برای شما عرض میکنم. سیستم تکثری مذکر شاید عزیز در حقیقت دو وظیفه مهم را بر عهده داره. وظیفه اولش تولید اسپرم هست و وظیفه دومش انتقال اسپرم هست به دستگاه تکثری مؤنث. انتقال اسپرم به دستگاه تکثری مؤنث از طریق عمل مقاربت. خب اسپرم شده عزیز در حقیقت همون حجرات جنسی مذکر هستند. اسپرم ها گمت های جنسی مذکر هم گفته میشن. پس این اصطلاحات دیگر هم در نظر داشته باشین. اسپرم نام دیگهش گمت مذکر هست که در حقیقت تعداد، هر وقت ما کلمه گمت رو به کار بردیم شده عزیز یادتون باشه که حجرات که گمت نام دارن حجرات هستن که تعداد کروموزوم های اونها نصف است، یعنی به جایی که 46 عدد کروموزوم داشته باشن 23 عدد کروموزوم دارن. دلیلش هم این است که اسپرم ها یا در مجموع گمت های مؤنث و مذکر در اثر تقسیمات تنقیسی به نام میوز تولید میشن و به همین خاطر هست که تعداد کروموزوم هاشان نیم هست. خب در رابطه با بخش هایش براتون بگیم، بخش مهم از سیستم تکثری مذکر شاگرد عزیز خصیه ها هستن که معلومات در رابطه با خصیه ها براتون میگیم. اینا اعضایی هستن که اسپرم را تولید میکنن و همچنین هورمون تستوسترون را تولید میکنن. پس خصیه ها دو تا کار مهم انجام میدن، یکی تولید اسپرم در خصیه ها انجام بشه و دیگه تولید هورمون تستوسترون. هورمون به نام هورمون تستوسترون که گفتیم یک هورمون بسیار مهم هست و در فصل قبلی برای شما در رابطه با فعالیت های هورمون تستوسترون گفتیم. فعالیتش هم نشته کنیم. هورمون تستوسترون که از خصیه ها در حقیقت تولید میشن. خب حالا در رابطه با هر کدام از اینا توضیحات بیشتر را برای شما بتیم. هورمون تستوسترون عبارت از همون هورمون جنسی جنس مذکر هست که گفتیم باعث بروز علائم بلوغ و علائم یا صفات مردانگی در انسان ها میشه و در رابطه با سایر فعالیت هاش برای شما در اینجا نشون میکنیم که این هورمون چه کارهایی را انجام میده. هورمون تستوسترون نشون میکنیم که هورمون اساسی جنس مذکر هست. دیگه ای که هورمون تستوسترون وظیفش تنظیم تولید اسپرم هست. تنظیم تولید اسپرم هست. و همچنین هورمون تستوسترون باعث انکشاف یا بروز خصوصیات مردانه میشه. باعث بروز خصوصیات مردان هم میشه که در مجموع میتونه بگیم که این کارها رو انجام بده. پس یک بار دیگه مرور میکنیم بخش را که براتون گفتیم. گفتیم خصیه ها اعضای جنسی برای جنس مذکر هستن
که دو وظیفه اصلی انجام بده، یعنی که تولید اسپرم در خصیا انجام بشه و دیگر تولید هورمون تستوسترون. هورمون تستوسترون چه کارایی انجام میده؟ این هورمون که هورمون اساسی جنس مذکر هست، باعث تولید تنظیم تولید اسپرم میشه و همچنین باعث بروز و یا انکشاف خصوصیات مردانه میشه یا خصوصیات مردانه را در حقیقت کنترل میکنه. خصیصی ها ویژگی های دیگه هم دارن که برای شما اینجا یادداشت میکنم. خب میدونین که خصیصی ها در دوران جنینی در حقیقت در داخل خالیگاه شکم هست. در رابطه با خصیصی ها بعضی ویژگی ها میگیم در دوران جنینی خصیصی ها در داخل خالیگاه شکم هستن. کجا هستن؟ در داخل خالیگاه شکم قرار دارن. اما قبل از تولد وارد کیسه خصیصی که خارج از خالیگاه شکم هست میشن و در هنگام تولد، ببینید در دوران جنینی خصیصی ها در خالیگاه شکم هستن، اما در هنگام تولد چه اتفاق میفته؟ اینها وارد کیسه خصیصی میشن، داخل کیسه خصیصی و خارج از خالیگاه شکم قرار میگیرن. پس وضعیت خصیصی ها رو در دو دوره برای شما گفتیم که در دوران جنینی در داخل حفره شکم یا خالیگاه شکم هست، اما قبل از تولد اینها وارد کیسه خصیصی میشن و بعد خارج از خالیگاه شکم قرار میگیرن. ویژگی بسیار جالب دیگه که خصیصی ها دارن شوهر عزیزی است که شما میدونید که درجه حرارت طبیعی در بدن انسان چند است؟ 37 درجه هست. همه ما میدونیم که درجه حرارت در بدن انسان 37 درجه سانتیگراد هست. این در بدن انسان درجه ثابت حرارت هست، اما اسپرم ها در درجه حرارت 37 درجه نمیتونن که به خوبی رشد بکنن، تکثیر شون و در تعدادشان زیاد بشه. پس این درجه حرارت برای خصیصی ها و تولید اسپرم ها مناسب نیست. در نتیجه درجه حرارت در داخل کیسه خصیصی 3 درجه پایین تر از درجه عمومی کل بدن انسان هست، یعنی 34 درجه است. پس ویژگی بسیار جالب دیگه خصیصی هایی است که نشان میکنیم درجه حرارت در داخل کیسه خصیصی چند درجه است؟ 34 درجه سانتیگراد هست. که 34 درجه میفهمین که 3 درجه در حقیقت کمتر از 37 درجه در عمومی بدن هست، یعنی میتونیم بگیم در تمام اعضای بدن درجه حرارت 37 درجه است بجز خصیصی ها که درجه حرارت در داخل خصیصی ها 34 درجه است. به چه دلیل؟ به دلیلی که گفتیم که 37 درجه برای رشد اسپرم ها و تولید اسپرم ها مناسب نیست و در چنین درجه حرارت اونا از بین میرن. اما در داخل کیسه خصیصی درجه حرارت 3 درجه کمتر هست و باعث میشه که اسپرم ها به راحتی تولید و رشد و نمو داشته باشن. در بدن یک مرد بالغ روزانه میلیون ها اسپرم تولید میشه. تولید اسپرم در بدن یک مرد بالغ چقدر است شده عزیز؟ روزانه میلیون ها عدد است. یعنی در یک انسان که جنس مذکر باشه تعداد اسپرم هایی که در طول 24 ساعت تولید میشن میلیون ها عدد اسپرم هست. خب در رابطه با یک ساختمان دیگه از سیستم تکثری مذکر ما بحث بکنیم که این ساختمان در حقیقت جا و محل ذخیره شدن اسپرم ها در اونجا هستن، که این ساختمان شاهد عزیز اسمش اپیدیدایمس هست. اپیدیدایمس اپیدیدایمس در حقیقت گفتیم که حالا وظیفه براتون میگیم که چه ساختمان هست.
گفتیم اسپرم هایی که در داخل خصیه تولید میشن، اینها در یک ساختمان تیوپی شکل به نام اپیدرمس ذخیره میشن. پس اپیدرمس نام میکنیم که یک نشان میکنیم یک ساختمان تیوپی شکل هست. اپیدرمس محل ذخیره اسپرم ها هست. گفتیم اسپرم ها بعد از اینکه در داخل خصیه ها تولید میشن، بعدش میان در داخل ساختمان تیوپی شکل اپیدیدایمس و در اونجا ذخیره میشن. خب مورد دیگه این که اسپرم ها در ساختمان به نام اپیدیدایمس علاوه بر اینکه ذخیره میشن، بالغ میشن و توانایی حرکت پیدا میکنن. پس نشون میکنیم اسپرم ها بالغ میشن و همچنین اسپرم ها توانایی حرکت پیدا میکنن. پس ببینین چند تا ویژگی ما در رابطه با اپیدیدمس برای شما بیان کردیم. گفتیم اپیدیدمس یک ساختمان تیوبی شکل هست که در حقیقت محل ذخیره اسپرم ها بعد از تولید در داخل خصیه ها هست. و دیگه این که گفتیم در اپیدیدمس اسپرم ها هم بالغ میشن، یعنی به اصطلاح به اون درجه از بلوغ میرسن که بتونن به اصطلاح القاء را انجام بتن با حجره جنسی مؤنث، و همین که اسپرم ها در داخل اپیدیدمس توانایی حرکت پیدا میکنن. توانایی حرکت به این معنا که در حقیقت یک دم که دارن در اونجا ایجاد میشه. من یک اگر یک عکس خیلی به اصطلاح ابتدایی رو برای شما از یک اسپرم رسم بکنم، شاگرده عزیز این ساختمان یک اسپرم هست و توانایی حرکت به خاطر یعنی دم هست. اسپرم دارای یک دم هست که میتونه با این دم خودش حرکت بکنه و این میتوانایی رو در داخل اپیدیدمس کسب میکنه. مسئله دیگه ای که شاگرده عزیز اسپرم ها هنگام تحریک بعد از گذشتن از لوله ها، از لوله هایی که در داخل خود خصیه ها وجود دارن، از طریق مجرای ادرار خارج میشن. پس این نشان میکنیم که خروج اسپرم چگونه انجام میشه؟ از طریق مجرای ادرار هست. یعنی میتونیم بگیم که ما در سیستم ادراری که آخرین قسمتش مجرای بود به نام مجرای خروجی ادرار، اینجا به دو منظور استفاده میشه، هم مجرای خروج ادرار از بدن هست، هم مجرای خروج اسپرم از بدن مردها میباشه. بسیار خب، من به سراغ یک عنوان دیگه شده عزیز که مربوط میشه به سیستم تکثری مذکر. و سیستم تکثری مذکر در حقیقت یک بخش مهم داره که در حقیقت باعث میشه که حرکت اسپرم ها و خروجشان از بدن آسان بشه، و او یک غده است به نام غده پروستات. یادتون باشه که غده پروستات یک غده است که در سیستم تکثری مذکر صرفا هست و وظیفه‌ش این است که وقتی که میخواین اسپرم ها عبور بکنن از مجرا، از مجاری ادرار، و بخوایم این عبور به آسانی صورت بگیره، یک مایع از غده پروستات ترشح میشه که بتونه همراه با اسپرم ها مخلوط بشه و عبور و حرکت اسپرم ها از مسیر را آسان بسازه. پس غده پروستات در حقیقت یک مایع اضافی است، ببخشید ترشحی داره که بهش میگیم مایع، یک مایع از خودش ترشح میکنه و این مایع مخلوط میشه با اسپرم میشه. یعنی زمانی که اسپرم از بدن خارج میشه همراه با این مایعی هست که اون مایع را غده پروستات میسازه، و این مایع باعث میشه که اسپرم ها هم از این مایع تغذیه بکنن و هم حرکتشان به سمت تخمه آسان شه. پس این مایع که از غده پروستات ترشح میشه در حقیقت دو تا وظیفه مهم را انجام میده. وظیفه اول تغذیه اسپرم هست و وظیفه دومش هم سهولت در حرکت اسپرم ها به سمت تخمک هست. این وظیفه مایع هست که از غده پروستات ترشح میشه. خب شاگرده عزیز، یک جنبندی میکنیم در کل و در مجموع. امروز ما و شما در رابطه با سیستم تکثری مذکر صحبت کردیم و گفتیم که این سیستم
میتونه که به اصطلاح اسپرم های را تولید کنه که این اسپرم ها بعداً میتونن که با تخمه یک جای شوند، القا شوند و به اصطلاح حجره زایگوت را ایجاد بکنن. و گفتیم که بخش مختلف داره، یعنی دو کار اصلی انجام میداد، تولید اسپرم و تولید هورمون تستوسترون توسط خصیه ها انجام میشد و همچنین ساختمان رو به نام اپیدیدرمس براتون معرفی کردیم و وظایف غده پروستات رو هم بیان کردیم. پس می به سراغ بخش پایانی دست شما که سوالات کار خانگی باشن. در اینجا وظایف خصیه رو بیان کنید. سوال اولتان هست. سوال دوم، وظایف اپیدیدایمس را بیان کنید. و سوال سوم، ویژگی کیسه خصیه را بنویسید. کیسه خصیه یک ویژگی خاص داشت که در خلال درس برای شما گفتیم. انشاءالله با مراجعه به متن درس به این سوالات پاسخ بدید. انشاءالله عزیز به پایان درس رسیدیم و آرزومند هستم که درس امروز برای شما آموزنده بوده باشه. تا دیدار بعدی و یک درس جدید با همه شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.